تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قدم به قدم آمدیم جلو از سوره بقره، الان آیه 271 هستیم. این آیه چی میگه؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر صدقات را آشکارا بدهید کار خوبیه، ولی اگر اونها را مخفی بدهید بهتره و قسمتی از گناهانتون هم آمرزیده میشه. خدا به هر چه انجام میدید آگاهه. امام باقر علیه السلام فرمود پولا که واجبه بدید مثل خمس و زکات علنی بدید، صدقات مستحبی را مخفی بدید، چون در هر کدومی یه برکاتی است. به خاطری که زکات واجب یک وظیفه معمولیه، مثل که همه مردم نماز بخونن، همه مردم واجب زکات بدن، خمس بدن، اینا ریادرش کمتره. حالا انفاق علنی تشویق دیگران هست. وقتی بنده گفتم بره فلانجا که زلزله شده پول میخوام بدم، اینم سهم من، وقتی گفتم اینم سهم من باقیام میدن، علنی پول دادن دیگران هم تشویق میشن. یک، مردم آدم تهمت نمیزنن که فالی کنسته بخله. دو، و یه تبلیغ امر معروف عملیه. ولی خب باز میگم مخفیانه بهتره، به خاطر که در کمک مخفیانه شیطون وسوسه نمیکنه، اخلاصش بیشتره، آبروی گیرنده بیشتر محفوظ بمونه. اینم برکات داره، هر کدوم اینا برکات داره. مثل ذکر خدا، یه ذکر علنی داریم میگه برو پشمون به اعلا صوته، با بالاترین صدا، اونا که صداشون خوبه، اونا که صداشون خوبه با بهترین صورت اذان میگن. هم میگه مخفیانه در دل شب پاشو بگو العف العف، خدا منو عفو کن، ببخش. یعنی هم نماز شب داریم که مخفیانه است، هم اذان داریم علنیه، هم مناجات داریم، هم فریاد داریم، هم ناله داریم، هم نعره. و این از جامعیات اسلامه که همه ابعاد در نظر گرفته. حاجیاش به عید قربون عرفه، دعای عرفه میخونن، عشق میریزن، روز عید قربون یکی چاقو دستشون میرن خون بریزن. یعنی یه دست به چاقو، یه دست به مفاتیح. این عنایت اسلامه به همه ابعاد. ان تبدوا الصدقات، اگر صدقات را آشکارا بدهید کار خوبیه، فن امهیه. و این تخفوها و تأتوها الفقرا، اگر مخفی بدید و به فقرا صدقه بدید اونم فهو خیر لکم. حالا نکاتی که از این آیه میفهمیم اینه که انفاق علنی سبب تشویق دیگران و رفع تهمت از بخل از انسان میشه، تبلیغ عملیه. شرط رسیدگی به فقرا مسلمان با آنها نیست، چون نمیگه و این تأتوها الفقرا المسلمین. اصلا بعضی جاها مثلا قرآن میگه قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزن، نمیگه قولوا للمؤمنین حسنا. مسلمان هم نبوده با ادب حرف بزن، قولوا للناس حسنا. نگفت مثلا میگه و بالوالدین احسانا، نمیگه و بالوالدین المؤمنین احسانا. پدر و مادر برن کن او فاجر، چه خوب چه بد بشون احسان کن. رد امانت و الموفون به عهدهم، وفای به عهد کن. اذا عاهدوا، نمیگه و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا المؤمنین. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، تا کفار وفادارن شما وفادار باشید. احترام والدین، رد امانت، وفای به عهد، خوب حرف زدن، اینها حتی مسئله آب و گاز و برق و نیازهای مادی لازم نیست مسلم باشه. حضرت ابراهیم که کعبه رو ساخت گفت ربنا وابعث فیهم، گفت ربنا، عرض کردم بزرگ شما که ورزق اینا، گفت ورزق اهلهم من از ثمرات من آمنه، خدای من آمنه، یعنی هر که ایمان داره ورزق اهلهم من از ثمرات، هر که ایمان داره بخوره. فرمود این حرفا چیه؟ من دعا رو مستجاب نمیکنم. تو ابراهیمی دعا میکنی، ولی من دعای تو رو هم استجابت مستجاب نمیکنم. سنت من چیز دیگه، و من کفرف اومد تو او، من کافرم باشه بهش میدم بخوره.
ایتونی که حالی که کافر نون آبش رو قطع کنیم، برقش رو قطع کنیم، امنیت نداشته باشه، ماشینش رو نمیدونم خراب کنیم، اذیتش کنیم. کافر هم حساب کتاب داره. اخلاق اسلامی، حتی حضرت ابراهیم دعا که گفت به مؤمنین بده بخوره، خدا فرمود نه به کافران میدم بخورن. خب شما به سراغ فقرا برید، نیز فقرا به سراغ شما بیان، چون قرآن میگه تو حل فقرا، نمیگه یعتکم الفقرا. اگه میگفت یعتکم الفقرا یعنی فقیر که اومد درخونه از کامکش کن، میگه توها تو برو درخونه فقیر. امام از یه نفر پرسید زکاتتو چه میکنی؟ گفت من زکاتمو میرم تو خونه فقرا، میان درخونه زکات بشو میدم. فرمود خیلی کار بدی میکنی، تو برو به فقرا زکات بده، نذار فقرا بیان پشت درخونه تو صف بکشن. توها یعنی تو برو. خب بعد میگه فهو خیر لکم، اگه میگه فهو خیر لکم، چون در انسان غریزه به نام سودجویی، انسان دنبال سود میگرده، میگه اگر سود میخوای سودت در اینه، بده به فقرا خیرم لکم، برات بهتره. بعد هم میگه یکفر عنکم من سیئاتکم، من نمیگه یکفر عنکم سیئاتکم، نمیگه اگر کمک به فقرا کنی همه گناهانتون بخشم، بخشی از گناهانتون بخشم. سیئاتم ظاهرا گناهان صغیره است، چون سیئه در مقابل گناه کبیره. مثلا در قرآن داریم که انتشتن و کبائر ما تون هم نکفر عنکم سیئات، اگر از گناهان کبیره دوری کنید سیئات شما رو بخشیم، اگر از گناهان کبیره دوری کنید سیئاتون بخشیم، پیدا سیئات گناه صغیره. اینجا هم که میگه اگر صدقه بدید من سیئاتکم، یعنی بخشی از گناهان صغیره باشه، منتها بخش زیادشو انشالله. چون یکی گفت برو مکه من بخشی از خرجتو میدم، بهش گفت چقدرشو میدی؟ گفت کرایه تا تاکسی تا فرودگاه. خب این یعنی بخش کم، شوخی که باشه. نه ای که خدا میگه من سیئاتکم، عفو خدا زیاده. خب اون چه مهم است علم خداست، نه اطلاع و آگاهی مردم. میگه والله به ما تعملون خبیر، خدا که میدونه، حالا مردم بدونن ندونن. اصلا مردم بدونن ندونن چی میشه؟ من اینو بارها گفتم که یه کسی به من گفت خوشو به حالت، گفتم چرا؟ گفت الان ده ها سال تو تلویزیون هستی، تلویزیون هر شب نشونت میده. مثلا گفتم فیلم هایی هست حیوان ها رو هم نشون میده، تلویزیون نشونت دادن تازه مثل فیلم های راز بقا هست. نه مشهوری، مشهورم شدی تازه میشی کوه هیمالیا. راه که میره نگاه میکنن، یه فیلم را بره نگاهش میکنه، بالا رفتیم میگه دود بالا نمیره، ولی روسیاست. یعنی بالا رفتیم دودیم، نگامو کردن فیلم، مشهور شدیم کوه هیمالیاییم، تلویزیون نشونم داد راز بقاییم. والله به ما تعملون خبیر، امیده اینه که خدا میدونه. همین که خدا میدونه ما باید دلمون به این خوش باشه. خدا ایمان ما رو جوری کن که جلوه ها و زرق برق ها ما رو از تو جدا نکنن، و اون مقدارم که جدا شده ایم گذشته ما رو ببخش و بقیه عمر ما رو حفظ کن ما رو. و السلام علیکم و رحمت الله.